سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم در خصوص نحوه تولید اعداد تصادفی در اکسل با استفاده از افزونه تحلیل داده ها یا Data Analysis Add-ins توی اکسل با هم صحبت کنیم. این افزونه باید تو تب دیتا تو قسمت آنالیز اینجا باشه براتون. اگر اینو نمیتونیم ببینین، میتونیم بیاین تو قسمت فایل، Options، توی قسمت Add-ins، اینجا باید Go رو بزنین و بعد اینجا تیک داده دیتا آنالیسیز تول پک ها رو این دوتا رو حداقل بزنید و اوکی کنین که اینجا اضافه بشه براتون. خب ببینین، ما خیلی وقتا لازم داریم که داده های تصادفی تولید کنیم. میتونیم این کار رو با تابای اکسل هم انجام بدیم، اما نیاز دارم یک بار تعداد زیادی مثلا داده تصادفی تولید بکنم و اینکه شاید دلم بخواد سید اون یا دانه اون رو خودم تعیین بکنم، که حالا جلوتر میگم منظورم از دانه مثلا عدد تصادفی یا سید رندوم سید چی هستش. خب وقتی که این دیتا آنالیز رو زدین تو اینجا، ما اگر بیایم پایین رندوم نمبر جنریتور داریم که این رو اوکی کنیم. بعد ازتون میپرسه که تعداد متغیرهاتون چند تا هستش و تعداد اعداد تصادفی که میخوای تو هر در واقع متغیر داشته باشی چند تا باشه. در واقع این تعداد ستون های عدد تصادفیتون هست و اینم تعداد سطرها هستش. مثلا من تو 10 تا ستون میخوام 100 تا عدد تصادفی داشته باشم و این اعداد تصادفی میخوام بگم که از چه توزیعی پیروی کنن. اگر یونیفرم رو انتخاب بکنم، یعنی اعداد تصادفی بین 0 و 1 با توزیع یک نواخت پیوسته دارم ایجاد میکنم، که این در واقع همون عدد تصادفی هستش که از تابع رند استفاده میکردم بین 0 و 1 باشه، که اینجا میتونم مثلا بازش رو تغییر بدم و یک عدد تصادفی پیوسته بین هر بازه‌ای که دوست داشته باشم رو ایجاد بکنم. اما اگر بخوام اعداد من گسسته باشن، میتونم این تابع گسستش استفاده بکنم، که اینجا من میتونم یه رنجی از در واقع مقادیر رو انتخاب بکنم، بعد دو ستونه باشه حداقل، یه رنجی از مقادیر رو انتخاب بکنم و جلوشم نوشته باشه هر کدوم احتمال وقوعش چند درصد هستش، که این میشه یک در واقع تابع توزیع گسسته. اینجا تابع توزیع مختلفی وجود داره که میتونه هر کدوم از اینا رو امتحان بکنه. ما به طور مثال نرمال رو انتخاب میکنیم که میخواد از ما دو تا پارامترش رو تعریف کنه. اگه 0 به عنوان میانگین و 1 به عنوان انحراف استاندارد قرار داده بشه، داریم اعداد تصادفی رو با تابع توزیع نرمال استاندارد تولید میکنیم. خب و نکته مهم بعدیش این رندوم سید هستش. رندوم سید در واقع یک مقدار شروع اولیه برای الگوریتم تولید اعداد تصادفی هستش، که اینجا من میتونم اون عدد رو تعیین بکنم. اگر عدد رو تعیین بکنم، مثلا 99 رو انتخاب بکنم، دفعه بعد هم اگر بخوام عدد تصادفی تولید بکنم و با استفاده از همین عدد 99 دوباره اینو تولید کنم، یک مجموعه از اعداد تصادفی یکسان رو تولید میکنه، چون بر اساس یک الگوریتم اینا رو تولید میکنه. اما اگر خالی بذارم، خودش میاد این رندوم سید رو یه عددی تعریف میکنه، عدد تولید تصادفی من رو تولید میکنه و اگر دوباره از همین افزونه استفاده بکنم، ممکنه عدد تصادفی متفاوتی رو استفاده کنه، چون رندوم سید و خودش یه عدد دیگه در نظر گرفته. خب بیایم مثلا عدد 99 رو واسه این داشته باشیم و بگیم تو یه دونه ورکشیت جدید هم واسه من این رو تولید بکنه. وقتی که اوکی رو بزنیم، میبینیم چقدر سریع اعداد تصادفی من رو تولید کرده. 10 تا ستون و 100 تا عدد تصادفی تو هر ستون واسه من ایجاد کرده. یه خوبی که این داره، من دیگه اعداد تصادفیم هر بار تغییر نمیکنه و فقط یک ست، یک مجموعه از اعداد تصادفی رو واسه من تولید کرده و اینجا قرار داده. اما اگر از تابای رند استفاده بکنم یا رند بیتوین استفاده کنم، هر بار یه تغییر تو اکسل من بدم، این تابا هی داره تولید میشه، هی جنریت میشه، که شاید واسه من مطلوب نباشه. من فقط یک بسته از اعداد تصادفی رو لازم دارم. خب بیایم یه نمودار بکشیم ببینیم آیا واقعا نرمال هست یا نیستش. ببینید، اگر من واسه این یه دونه هیستوگرام بندازم، انتظار دارم نرمال این توزیع شده باشه، که میبینیم این چنین هستش، یعنی هر کدوم از این ستونها خودش نرمال هست. و اگر کلش رو انتخاب بکنم و دوباره یه دونه نمودار واسش بندازم، نمودار هیستوگرام واسش بندازم، میبینیم که کلش هم نرمال هستش و نرمال استاندارد هستن.
خب حالا بیایم ببینیم اگر من بخوام یه سری اعداد تصادفی دوباره تولید بکنم با همون رندوم سید، آیا یک نوع عدد به من میده یا نمیده؟ بیایم اینجا توی دیتا آنالیز رندوم سید، من دوباره 99 رو انتخاب میکنم و میزنم. این شیت 3 شیت جدید من هست، اینم شیت قدیمی من هست. A1 رو ببینین، A1 رو دقیقا همون عدد هستش و اگر همه رو چک بکنیم متوجه میشیم که همه اعداد تصادفی دقیقا یکسان هستن و یک جور داره به ما میده. حالا بیایم ما رندوم سید رو خالی بذاریم و هیچ عددی واسهش نذاریم. دفعه اول اوکی که میکنیم یه چنین اعدادی رو داره به من میده و اگر من دوباره دیتا آنالیز رو بزنم و رندوم سید رو بزنم و رندوم سید رو خالی بذارم و اوکی بزنم، اعداد من با هم متفاوت هست. ناکنین این الان اولیش منفیه 27 صدومه، این یکی 14 صدومه و متفاوته چون از سیدهای متفاوت استفاده کرده. خب این مواردی بودش که در خصوص افسونر تولید اعداد تصادفی ما لازم داشتیم بدونیم. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.